قطع راه های ارتباطی همچون اسمس و اینترنت در روزهای انتخابات خرداد 88 یکی از مهمترین نشانه ها از تلاش حکومت برای دستکاری در نتایج آن انتخابات است. برگزار کنندگان انتخابات می دانستند که با ابزارهای ارتباطی در صورت هر گونه تخلفی از سوی آنها همه به سرعت مطلع خواهند شد، پس سعی کردند ارتباطات را به حداقل برسانند. فیلتر کردن سایت ها و شبکه های اجتماعی از میانه های خرداد آغاز شد. البته با فشار افکار عمومی فیسبوک بعد از 2 روز رفع فیلتر شد. اما کمی بعد روش های دیگری برای ممانعت شهروندان در دسترسی به اطلاعات آزاد اعمال شد. با توجه به همسویی مجریان و ناظران انتخابات که هر دو حامی محمود احمدی نژاد بودند، دستاندرکاران ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی پیش از انتخابات نگران از دستکاری در نتایج بودند. به همین دلیل سازوکارهایی برای جلوگیری از تقلب اندیشیده بودند. یکی از راه‌ها که توسط کمیته صیانت از آرای ستاد انتخاباتی مهندس موسوی پیشنهاد شد، طرح اسمس نمایندگان این نامزد از شعبه‌های رأی‌گیری بود. نمایندگان ما سر صندوق ها و هیئت های اجرایی به وسیله اسمس تخلفات رو به ما گزارش بدن تا ما بتوانیم جلوی این تخلفات رو بگیریم. اساس این طرح بر ارتباط اسمس یا پیامک بود. بنابراین جای نگرانی بود که اگر این سرویس قطع شود طرح ناکام بماند. این نگرانی وقتی افزایش میافت که برخی از افراد نزدیک به دولت از پروژه قطع ارتباطات در آستانه انتخابات خبر میدادند. به دلیل بروز همین شایعه ها مسئولان کمیته صیانت میانه خرداد 88 از پروژه قطع ارتباطات در آستانه انتخابات خبر دادند. در 10 روز قبل از انتخابات متوجه شدیم که سیستم وزارت ارتباطات تصمیم گرفته است که ارتباط صیانت از آرا و ستادهای ما را با سراسر کشور قطع کند. این هشدار با واکنش دولتی ها مواجه شد. مسئولان وزارت ارتباطات احتمال قطع ارتباطات را تکذیب کردند و در این میان کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات عنوان کرد شبهه قطع اینترنت و سامانه پیامک از اساس بیپایه است. شما اول این که برای این مردم کار بکنید، دنبال کنترل گرانی باشید، دنبال اشتغال باشید، دنبال ریشه‌کن کردن اعتیاد باشید، دنبال پرونده سازی بر علیه مردم هستید. با این اطمینان همه به استقبال انتخابات می رفتند، اما اولین تحرکات حکومت برای کاهش سطح ارتباطات از غروب 21 خرداد شروع شد. در حالی که چند ساعت به آغاز انتخابات مانده بود، سرویس اسمس کاملا قطع شد و سرعت اینترنت کاهش یافت. همچنین سایت های خبری موسوی و کروبی فیلتر شد. این رویه در روز انتخابات شدت یافت و کاملا ارتباطات قطع شد. روز 21 خرداد و روز قبل از برگزاری انتخابات ما مشاهده کردیم که تمام سیستم اسمس ما رو قطع کردن و حتی ساعت 11 شب جمعه 21 خرداد کلیه سیستم اسمس خصوصی رو هم قطع کردن و دیگه عملا ارتباط ما با تمام کشور قطع شد و این حکایت از یک تخلف و تقلب وسیع در سطح حوزه‌های انتخابیه داشت. قطع اسمس و کاهش سرعت اینترنت در این روز هم با اعتراض دستاندرکاران کمیته صیانت از آرای ستاد موسوی و کروبی همراه شد. اما مقام‌های دولتی بهانه آوردند که حجم زیاد کاربران در این روز موجب کاهش سرعت شده است. این در حالی بود که مسئولان وزارت ارتباطات 17 خرداد 88 وعده داده بودند با تأمین زیرساخت‌ها شبکه اینترنت هیچ اختلالی در روز انتخابات نخواهد داشت. Yeah.
پس از دستکاری در نتایج انتخابات کم کم سرعت اینترنت افزایش یافت. با این حال با گسترش اعتراض ها سرویس اسمس همچنان تا حدود یک ماه قطع ماند تا مانع ارتباط مردم با هم شود. قطع اسمس و کاهش سرعت اینترنت پیش درآمد تقلب بزرگ در انتخابات بود و با اینکه هرگز معمای این اقدامات گشوده نشد، اما وزیر وقت ارتباطات در شهریور 88 زمانی که تودیع میشد فاش کرد که قطع اسمس و اینترنت توسط او و دولت روی نداده، بلکه مقامات خارج از دولت چنین دستور دادند تا به این ترتیب بار دیگر مشخص شود که نهادهایی چون سپاه و بیت رهبری از دست اندرکاران کودتای انتخاباتی بودند.